تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه با تفسیرش آشنا بشیم. لکن چه تفسیری؟ تفسیری روان، ساده، فشرده، قطره‌ای، مثل آبیاری قطره‌ای. به جزء 14 سوره نحل آیه 40 رسیدیم. تو این آیه 40 یه کلمه‌ای که ایرانیان بلدن، میگن کن فیکون شده. این کن فیکون آیه قرآنه که 8 بار اومده این کلمه و ایرانیان دیگه بلد شدن. کن فیکون، کن فیکون زیرو رو میشه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. آیه قبلی بود که یه عده قسم می‌خوردن، قسم‌های شدید که هر که بمیره دیگه زنده نمیشه. خدا فرمود چرا؟ زنده میشه و تمام اختلافاتون روز قیامت حل خواهد شد. یعنی همه خواهد فهمید که بی خودی یه دندگی کردید، بی خودی لجبازی کردید، قسماتون بی خودی بود. هم خدایی که برگای پاییز درخت لخ میکنه، درخت دو مرتبه برگ سبزش میده، هم خدایی که میخوابید صبح بیدارتون میکنه، همون خدا شما رو مرگ میده دو مرتبه زنده میکنه. قسماتون بی خوده. حالا یایه میخواد بگی که ببینید ما قدرتون اینه، انما قولنا لشیئن، رستاخیز مردگان برای ما کار مهمی نیست، برای که هر چیزی رو اراده کنیم، همی که بگیم نقول له کن فیکون، بگیم باش، به وجود میاد. اصلا کلمه باش هم برای که ما بفهمیم، اصلا لازم نیست خدا کلمه کن بگه. کن یعنی کاف و نون. کن یعنی خدا اراده کنه میشه. یه مثال بزنم. شما الان تو ذهنت اراده کنی یا ماشین دو طبقه رو تو ذهنت بیا، همی که بخوای تو ذهنت تصور کنی ماشین دو طبقه. حالا میگم این ماشین سه طبقه کن، میگم ماشین چهار چرخه، ببخشید ماشین هشت چرخه، ماشین 18 چرخه. چطور هرچی بگم تو ذهنت میاری؟ یه زنجیر 40 متری، یه طناب 10 متری. چطور هرچی بگم تو ذهنت تصور میکنی؟ چطور شما تو ذهن یه چیزی که نیست تو ذهنت میاری؟ خدا در خارج چیزی که نیست میاره. ما در دنیای ذهن یه چیزی رو ایجاد میکنیم، خلق میکنیم تو ذهنمون، خداوند در عالم خارج خلق میکنه. کن فیکون. کلمه کن فیکون گفتیم 8 بار اومده، اما این کلمه میگه قولنا اذا اردنا ان، این پیداست قول خدا و اراده خداست یکیست. انما قولنا لشان اذا اردنا، قولنا اردنا، این که میگه قولنا اردنا پیداست قول خدا و اراده خدا یکیست و شده نیست. ما هم یه گاهی یه چیزی رو جور میکنیم، منتها با ترکیب و تغییر. یعنی بنده که این صدا نبود، من با این کف زدن صدا رو خلق کردم، الان حرف که میزنم کلمات رو خلق میکنم، منتها این کلمات رو یه تغییراتی، یعنی یا با تغییر یا با ترکیب. ولی خداوند وقتی میخواد یه چیز رو خلق کنه نیاز به چیزی هم نداره، ایجاد میکنه. خب آیه 40 تمام، بریم سراغ آیه 41. 41 سوره نحل بشنوید. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون. کسانی که هجرت میکنن در راه، در خدا، هاجروا فی الله، در هجرتشون در راه خداست. آیاتی داریم هاجروا فی سبیل الله، یا آیه میگه هاجروا فی الله، هجرت در راه خدا یا هجرت در راه خدا، این سبیل اینجا افتاده، این پیداست زور این بیشتره. کسانی که هجرت میکنن در راه خدا بعد از آنی که مظلوم قرار گرفتن، لنبوئنهم فی الدنیا، یعنی در همین دنیا جایگاه نیکوی بهشون میدیم، البته اجر آخرت بهدرست و بیشتر اگر بدونن. اینا که هجرت میکنن در همین دنیا ما مشکلشون حل میکنیم. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. مهاجرین کی هستن؟ الذين صبروا على ربهم يتوكلون. ما در قرآن آیاتی داریم که مشابه اینه، میگه من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما كثيرا، هر که در راه خدا هجرت کنه جایگاه بسیار وسیعی میبینه. یعنی گاهی وقتا ما مشکلاتون به خاطر اینکه پانشیم بریم، مثل آدمی که رو میخ نشسته میگه آخ پاشو برو. خب
برای نشر دین، اگر حفظ دین یا نشر دین یا حفظ جون خودمون از وطن و مال اگر هجرت کنیم به نتیجه میرسیم. این آیه میخواد بگه هر کی هجرت کنه به نتیجه میرسه. اگر قدرت مقابله و درگیری با ظالم نداری نباید تسلیم بشی، یا باش مبارزه کن یا نمیتونی پاشو از این منطقه برو بیرون، هجرت کن. هجرت، صبر، توکل، الذين صبروا على ربهم. تو این سه دو تا آیه میگه سه چیز عوامل موفقیت، عوامل موفقیت سه چیز است: هجرت، مقاومت، توکل. در برابر ستمگران نباید ساکت شه، با هجرت و با مقاومت و با توکل در مقابل اونا باید وایسی. اگر وایسیدی خدا گشایش میرسونه. این آیه قول داده کسانی که هجرت کنن و مقاومت کنن و بر خدا توکل کنن، من مشکل اینا رو تو دنیا حل میکنم. خب آیه 40 و 41 و 42 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.